در رقابتی که همیشه مردان در آن سهم گرفتند، زلاله هاشمی بانوی 18 ساله افغان اولین بار است که در 12 سال در رقابت نهایی ستاره افغان راه یافته است. برای یک بانوی افغان از ننگرهار که اخیراً در آن طالبان و داعش باعث نارامی ها شده است، این یک دستاورد عالی است. زلاله یگان آوازخان در خانواده افراد سیاسی است، اما مادرش در راستای آوازخانی زلاله را تشویق نموده است. در آغاز که به برنامه آمدم بسیار حراس داشتم، اما بعدن زمانی که حمایت مردم را دیدم حراس خود را فراموش کردم و فکر کردم که می توانم این کار را انجام دهم. در میان قضات برنامه زلاله بیشتر از آریانا سعید هنرمند افغان الهام گرفته است. آریانا سعید در زمان جنگ های داخلی به لندن مهاجر شده است و از طریق سروده هایش برای حقوق زنان کمپاین می کند. طی رقابت ها در ستاره افغان آریانا نتوانست حمایت خود را از زلاله پنهان نماید. زلاله که به دور نهایی ستاره افغان رسیده است به این معنا است که مردم از زنان حمایت می کند و از خانه خود را برای پذیرفتن زنان آوازخوان باز کردند و آنها بانوان هنرمند را می پذیرند که واقعا عالی است و جای بسیار خوشی است. ستاره افغان که در سال 2005 برنامه هایش را آغاز نمود مورد انتقاد شدید قرار گرفت، اما برنامه با حضور صدها بیننده و پیش رفت. اما سال گذشته تلویزیون طلوع هدف طالبان قرار گرفت. بعد از آن این برنامه در پایگاه خاص با امنیت شدید و مهمانان کم اجرا می شود. ما در تلویزیون طلوع همیشه تلاش داریم تا مردم رشد نمایند و مردم صدای خود را بلند کنند و در بخش فرهنگ مردم را کمک نماییم، به خاطر که ما یگانه منبع تفریحی برای این کشور هستیم. تغییر به طور واضح رونما شده است. در فصل‌های اول برنامه ستاره افغان با حضور چند بانوی افغان برگزار می شد. اکنون بیشتر از 20 بانوی افغان در برنامه شرکت می کنند. و اگر قسمت یاری نماید و زلاله رای بیشتر به دست آورد، وای اولین بانوی افغان است که برنده نهایی ستاره افغان خواهد بود. ژیلا ناصری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن دی سی.